Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you, my dear students? I hope you'll be fine. Did you do the previous lesson? Did you study the previous lesson? Did you do your homework? Great, excellent. Did you read the text again? متنی که ما خوانده بودیم دوباره خواندیم پیش خود. What was the text about? It was about the mini greenhouse. Very good. Did you make your mini greenhouse? Great, I'm glad that some of you have practiced making mini greenhouse. بسیار خوب است. بعضی شما میبینم که تکستی را که خواندیم شما حتی مینی گرین هاوس برای خود جور کردین و یک گیاه کشت کردین. بسیار عالی هست و میبینم متن را بسیار عالی و بسیار خوب میخوانین. درسایتان را خوب کار بکنین و بخوانین. بسیار خوب است براتون و کمک میکنه شما خوبتر و بهتر یاد بگیرید. But today's lesson, in this lesson we will start a new unit. This unit's title also is related to the previous lesson, but especially the grammar point is related to the previous lesson. بخشی که درسی که امروز ما میخوانیم خصوصا بخش گرامریش خیلی ارتباط به درس‌های قبلی ما داره. یونیتی که ما میخوانیم که شما عنوانش را پسان من میگم و شما حدس میزنین. اول میایم سر تخته میبینیم کدام بخش ها هست و بعد از او شما عنوانش را حدس میزنین. صحیح است؟ اوکی. Ready? See the board. This is unit 5 that we are going to start in lesson 1 and we are going to study two pages, 44 and 45. So be ready for these two pages. For knowing the title of our new lesson, I want you to open your books to the page 44 and see the pictures. See the book? How many pictures do you see in the picture? In this page? Very good. Four pictures. شما چهار تصویر در این صفحه کتابتان میبینین. Do you know them? شما این شخصا را میشناسین؟ این اشخاصا؟ Do you know him? Who is he? Who is he? Who is he and who is he? Do you know them? Do you know about these persons? Do you have any information? Great, let's read about them. بین دربارشان بخوانیم. شاید شما بعضی اینا را دیده باشین شخصیت ها را از روی تصویر بشناسین بعضی نشناسین ولی میخوانیم مالا با هم. He is Sardar Muhammad Dawood Khan, the president, and he was born in 1909, and he was died in 1978. This person is called Mullah Faiz Muhammad Kateb Hazara, and he was an historian. ببین یک تاریخدان بوده. محمد داوود خان خب رئیس جمهور بود و این شخص ما چی هست؟ هیستوریان یا تاریخدان هست، تاریخ نویس هست. Born این در کدام سال متولد شده؟ 1861 and died in 1931. این در وفاتش در سال 1931 هست و تولدش در سال 1861. The next one is مولانا جلال الدین محمد بلخی the Afghan poet که شاعر افغان بوده and was born in 604 هجری قمری and he died in 672 هجری قمری. تاریخ تولد و تاریخ وفاتشان هم در اینجا هست. The next person is غلام محمد غبار, also the historian. باز هم غلام محمد غبار یک تاریخ نویس ما بودن, تاریخ دان بودن. Born and died. Born in 1898 and died in 1978. تاریخ تولد و تاریخ وفاتشان در اینجا هست. Now, do you know could you guess the title of our new unit? Great, excellent. شما نظر به تصاویر که دیدین عنوان یونیت ما را حد زده شاید بتانین. These persons are famous, yeah? We can talk about the fame. Fame یعنی شهرت. بعضی از ما, بعضی از مردم شهرت دارن, fame, یا مشهور میشن. حالا ما اگر یه تبدیل کنم به مشهور, میتونم بگویم famous. Famous. They are famous people. یعنی کسایی هستن که مشهور هستن و یونیت ما عنوان ما هم درباره famous people هست. ما درباره famous people در یونیت ما مکمل میخوانیم. اشخاصی که در گذشته مشهور بودند. یا شاید درباره اشخاصی هم بخوانیم که حال مشهور هستن ولی بیشتر درباره اشخاصی میخوانیم که در گذشته مشهور بودند. پس ما میخوایم درباره past
صحبت بکنیم یا درباره گذشته. وقتی ما میخواییم درباره گذشته صحبت بکنیم، در یونیت‌های قبلی ما یاد گرفتیم که چه قسم سمپل پست تنس جمله بسازیم و استراکچرش چی هست و چه قسم به نگاتیو و کوشن تبدیل شوه. رگولار و نی رگولار وربز ما داشتیم، اما امروز میخواییم ادامه یونیت‌های قبلی، ما میخواییم درباره پست صحبت بکنیم، درباره گذشته با افعال تو بی. Do you know the to be verbs? Great. They are am, is, and are. No, to be verb هستن. اگر ما بخوایم to be verb در گذشته به گذشته تبدیل بکنم، am, is, was گذشتهش یا پستش هست و are, were. ما میخوایم امروز درباره was و where با هم بخوانیم که چه قسم در جملات استفاده میشه. Was, were, they are the past form of am, is and are. We can say they are the past form of be verbs. خب ما درباره اینا با هم گپ میزنیم و میخوانیم. در آخر شما تمرین هم خواد کردین، محاوره دربارش خواد داشتین و بیشتر اینا را در بخش گرامری هم با هم کار خواد کردین. The first one was. Was. من was با کدام سبجکت پرونان ها استفاده میکنم؟ با I, he, she و it. Where با کدام استفاده میکنم؟ Where. You, they and we. خب میایم در جمله اینا را استفاده میکنیم با هم. I was a student. جمله ما در گذشته هست، یعنی ما در گذشته یک شاگرد بودیم، یعنی حال نیستم. I was a student. He was a student. She was a student. میتونیم جمله جور کنیم. قسمت بعدی. You were students. با جمع هست. You were students. They were students. And we were students. جملات ما هستن که اینا را ما به شکل پازیتیو یا افرمتیو یا جملات مثبت استفاده میکنیم. حالا من میام تبدیل میکنم به نگاتیو. یک از اینا را نگاه میکنم، یک جمله ما را، تا ما بتونم جمله را به نگاتیو یا منفی تبدیل بکنم. خب. He was a student. من میخوام این را به this is the affirmative form. I want to change it to the negative. من میخوام به منفی تبدیل بکنم. چه قسم به منفی تبدیل بکنم؟ He کافی است به to be ما یک not اضافه بکنم. بگویم He was not a student. میتونم معنی کلمه was not به شکل مخفف هم استفاده بکنم. یا contraction میتونم استفاده بکنم. He wasn't a student. Now, I want to change the first one to the question. حالا سوال جمله اول ما رو میخواییم به question یا سوالیت تبدیل بکنم. چه قسم تبدیل بکنم؟ Great, excellent. فقط was میرم به سر جمله. Was he a student? Was he a student? A question mark بود. پس ما یاد گرفتیم چه قسم به منفی تبدیل بکنیم و چه قسم به سوالیه. Negative and the questions. خب جمله عین همون چیز تبدیل میشه. You weren't students. Were you students? من میخوام حالا این جمله رو پاک کنم چون مثل جملات قبلی ما هست، یک جمله دیگر نوشته بکنم. میخوایم بگویم که از نظر به جملاتی که ما در کتاب داشتیم میتونم بگویم He was born in یک سال نوشته میکنم 1998. He was born in 1998. ما میخوام میره به دو رقم سوالیه تبدیل بکنم. یکی yes no questions. Yes no questions. و یکی WH questions. قسمتی که yes no question هست، ما میتونم یک قسم سوال بکنم. Was he born in 1998? Question mark.
قسمت بعدی را به دبلیو اچ کوشن ما چه قسم سوالیه بکنیم؟ ما جواب مایی است، یعنی جمله مایی است که او به دنیا آمده در سال 1998. ما میخوایم اینمی را سوال کنم، بگویم چی زمان به دنیا آمده. پس ما کلمه پرسشی when استفاده میکنم. When بعد از when ما باید to be استفاده بکنم، was استفاده کنم یا were. آفرین، بسیار عالی. چون he هست ما باید was استفاده بکنم. When was he born؟ When was he born؟ سوالی ما شد با when ما سوال کردم. ما دیگه جمله نوشته میکنم. اگر ما سوال از شما بکنم خارج از جملاتی که ما در اینجا جور کردیم، ما با ور اگر این تخته پاک بکنم یک بار، باز از شما با ور سوال میکنم. اگر ما سوال کنم where you، جمله ما رو ببینین، اول WH هست، باز to be هست، باز subject. Where were you؟ شما در جواب میتونین بگوین I was in the class. I was in the class. پس من مکانه یا مکانه شما پرسان کردم. باز هم ما تمرینات زیادتر میداشته باشیم، هم با yes no question، هم با WH question. به خاطر که تمرینات زیاد داشته باشیم، come back to the page 44 and see the conversation. با تمرین بیشتر محاوره رو ببینین که در صفحه‌ای که ما خواندیم، در این صفحه هست. ببینین چه قسم اینا was و were در جمله استفاده کردن. Read and practice. This is a conversation. محاوره هست. Read and practice. Practice the following conversation with your partner. این تمرین بکنیم امروی پارتنرتان. This conversation is between Tariq and Noor. I read the conversation, you listen carefully. هر جایی که واز و وره دیدیم ببینیم چه قسم استفاده میشه. Did you choose a person to write about? Yes, I chose مولانا جلال الدین محمد بلخی. Look at this word. Chose. این مربوط در سر قبلتان هست. ما یک کلمه داشتیم. Look at the word. Choose. First form of this verb is choose. The past form is chose. Irregular form هست. شکل بقایده، شکل دوم choose هست. یعنی انتخاب کردن. انتخاب کردن مانا میده. پس ما جمله رو چی رخم مانا کنم؟ Come back to the book. آیا شما یک شخص choose انتخاب کردین که دربارش نوشته کنین؟ Yes, I chose مولانا جلال الدین محمد بلخی. بله، من انتخاب کردم مولانا جلال الدین محمد بلخی را. Who was he؟ ببینیم چه قسم سوالیه جور شده. Who was he؟ کی بود؟ He was a very famous Muslim poet. He was. با واز جمله را متوجه باشین که چه قسم جور شده. او یک شاعر مشهور مسلمان بود، خیلی مشهور مسلمان. He wrote many books. بسیار کتاب نوشته کرده. That's amazing. بسیار جالب است. He was a poet and a thoughtful person. او یک شاعر و یک شخص متفکر بود. Was. When and where did he live? کجا، چی وقت و کجا زندگی میکرد؟ He was born in 607 هجری قمری and he lived in Afghanistan. او به دنیا آمد در سال 607 هجری قمری و در افغانستان زندگی میکرد. I really like to read more about him. من واقعا خوش دارم دربارش زیادتر بخوانم. Practice a conversation talking about someone else. خب شما میتونید محاوره رو دوباره پیش خود تمرین بکنین، اما یک شخص دیگر انتخاب بکنین. مثلا از شخصایی که ما در بالا دیدیم، از شخصیت های خیلی مشهور سردار محمد داود خان انتخاب بکنین. یک شخص دیگه ای را شما سال تولد و سال وفاتشان هست، میتونین در محاوره استفاده بکنین و تمرین بکنین. Setting goals is a must for successful future. Why? انتخاب کردن هدف برای آینده خیلی مهم است. اشخاصی را که ما در تصاویر دیدیم و مشهور بودن، پیش خود هدف تعیین کرده بودن و هدفی در زندگی خود داشتن، از او خاطر به هدفشان رسیدن و بسیار مشهور شدن. این یک پیشنهاد است که شما هم میتونین هدف بر خود تعیین بکنین و تا انشاءالله در آینده شما هم یک شخص مشهور و مفید بر افغانستان و جامعه تان شوین. Next page. Let's see the next page.
In the next page, we have the grammar point that we have practiced on the board. قسمت صفحه بعدی تمام گرامرهایی است که ما سرتخته با هم کار کرده بودیم. من میخوام شما با دقت ببینین تا ما یک چند جملهش بخوانم براتون. Past tense of be was, were, affirmative, and this is the negative sentences. They are the negative form of these sentences. The first sentence is, I was a teacher last year. I wasn't a teacher last year. He was in Ghazni yesterday. He wasn't in Ghazni yesterday. It was snowy last night. It wasn't snowy last night. ببین چرا به منفی تبدیل شده. You were born in 1984. You weren't born in 1984. We were at school last week. We weren't at school last week. They were Afghans. They weren't Afghans. دیدین چه قسم جملات با was و were با منفی تبدیل شده بود. Now yes no questions. آلمین با سوالاتی که با yes no جواب داده میشه. Was he born in Herat? Was it a black pen? Short answer. جواب کوتاه رو ببینین answer. Yes, she was. No, she wasn't. Yes, it was. No, it wasn't. Were you in the room? Yes, I was. No, I wasn't. Were they friends? Yes, they were. No, they weren't. WH question با هم کار کرده بودیم. متوجه باشیم. How old was he? ما یک دفعه در درس‌های قبلی، اگر در سال قبلی در یادتان هست، بعد از how ما adjective میتونیم استفاده کنیم. و بعد از how old میتونیم یک to be verb که در حالت past هست استفاده بکنیم. How old was he? He was 60 years old. When was he born? He was born in 1882. Where were you yesterday? I was in Kandahar. Who were your friends at school? Salma and Halima were my friends. What was the lesson like? It was easy. The next parts of this page are exercises that you have to do them at home after this program. Match the questions with the answers. سوالا رو با جوابایشان وصل بکنین. Number one. When were you born? When were you born? کدامش جواب سوال ما خواهد باشه؟ Good. I was born in 1992. جواب one هست. دیگرش رو شما پیدا بکنین و ببینین کدام جواب با کدام سوال مچ میشه. The next part is ask each other the question in A. حالا که سوالا رو پیدا کردین با جواباش، میتونین از خودتان پرسان بکنین و از یک شخص دیگه که همراهتان هست در خانه میتونین پرسان بکنین. The next part is part C. Complete the sentences using the correct form of B. شکل درست B یعنی was, were استفاده بکنین. ببینین کجا was, were استفاده میشه، کجا am, is and are استفاده میشه. بازه جملات خانه پوری بسازین، جمله بسازین. Today. اگر ما با today اقسم جمله بسازم. Now see the board. I, but today, for today, I can make a sentence like this one. I was not at home today. من امروز در خانه نبودم. I wasn't at home today. جمله ما هست. و دیگر رو شما میتونین اما قسم جمله بسازین. The next number two is this month. Number three, this year. Next one is yesterday, last month, last year. با هر کدامش میتونین جملات بسیار مقبول و زیبا بسازین و تمرین بکنین. Okay, it was our lesson. Our lesson is finished here. In this lesson, we have practiced using was and were, and you have got familiar with some famous persons. And you know now you know their names and their date of birth and date of death. Also, I want you to practice more with the was and were and try to make sentences and do the exercises on page 45. Have a good time.